قیافشون نمیخورد مشتری باشن. یکی آخون بود و یکی دیگه پیر مردی که کنارش بود. اون طرف خیابون اما چشمها خیره به زنی بود که اوضاع مناسبی نداشت. زن خیلی جوان نبود اما هنوز سن میان سالیش هم نرسیده بود. مضطرب این طرف و اون طرف رو نگاه میکرد. زیر تیر چراغ برق خیابون لاله‌زار جوراب شلواری توری، رنگ تند لبها، گیس‌های پریشون، خلاصه رنگ دیگه‌ای به خودش گرفته بود. آخوند قصه ما به پیر مرد کناریش یا همون حاج مرشد داستان گفت برو اون زن رو صداش کن بیاد اینجا. قبل از تماشای ادامه برنامه و برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک کنید و کانال مسلمان تیوی رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنه و اگه گوشی شما به زبان فارسی هست روی دکمه مشترک شدن کلیک کنید. به نام خدا. سلام، به یکی دیگه از برنامه‌های کانال مسلمان تیوی خوش اومدین. سید مهدی قوام از روحانی‌های اخلاقی دهه 40 تهران بود. یکی تعریف می‌کرد روزی که پیکر سید مهدی قوام رو آوردن قم که دفن کنن به اندازه دو تا صحن بزرگ حرم حضرت معصومه کلاشاپویی و لنگ به دست اومده بودن و صحن رو پر کرده بودن و زار زار گریه می‌کردن و سرشون رو می‌کوبیدن به تابوت. ویدیوی امروز ما مربوط به برخورد سید مهدی قوام با زن فاحشه‌ای که با تنفروشی زندگیشو میگذروند. پس با دقت و تا انتها همراه من باشین و ویدیویی که آخر این برنامه پیشنهاد میدم رو هم از دست ندیم. چراغ‌های مسجد دست دست روشن میشن. الحمدلله 10 شب مجلس با آبروداری برگزار شد. آقا سید مهدی که از پله‌های منبر پایین میاد، حاج شمس الدین بانی مجلس هم کم کم از بین جمعیت راه باز میکنه تا برسه بهش. جمعیت هم همینطور که سلام میکنن راه باز میکنن تا دم در مسجد. وقت خداحافظی حاجی دست میکنه تو جیب کتش و پاکتی رو تقدیم حاج سید مهدی قوام میکنه. از سر تواضع و فروتنی خطاب به منبری مشهور شهر میگه آقا سید ناقابله، اجرتون با صاحب اصلی محفل، دست شما درد نکنه بزرگوار. سید پاکت رو بدون اینکه حساب کتاب کنه میذاره پر قباش. مدت ها بود که دخل رو سپرده بود دست کس دیگه و با خدا معامله میکرد. حاج شمس الدین رو میکنه به سید مهدی قوام و میگه آقا سید، حاج مرشد شما رو تا دم در منزل همراهی میکنن. حاج مرشد پیرمرد 50-60 ساله لبخند زنان نزدیک میشه و خودش رو به سید مهدی قوام میرسونه و با هم از مسجد خارج میشن. اون طرف خیابون زنی با سر و وضع نامناسب ایستاده. زن خیلی جوان نبود اما هنوز سن میانسالیش هم نرسیده بود. مضطرب این طرف و اون طرف رو نگاه میکرد. زیر تیر چراغ برق خیابون لاله‌زار تهران جوراب شلواری توری، رنگ تند لبها، گیس‌های پریشون، تیپ آنچنانی، خلاصه رنگ و لعاب دیگه‌ای به خودش گرفته بود. دور و زمونه ای نبود که معترضش بشن و بخوان باهاش بگو مگو کنن. سید مهدی میگه حاج مرشد. حاج مرشد میگه جانم آقا سید. میگه اونجا رو میبینی؟ اون خانم. حاجی که انگار تازه حواسش جمع اون طرف خیابون شده بود زود سرش رو انداخت پایین و زیر لب با خودش استغفر الله ربی و اتوب و الیک رو زمزمه میکرد. سید انگار فکرش جای دیگه ایه. میگه حاجی برو صداش کن بیاد اینجا. حاج مرشد انگار که درست نشنیده باشه تند به سید مهدی نگاه میکنه و از سر کنجکاوی و تعجب میگه حاج آقا، یعنی قباحت نداره؟ من پیرمرد و شمای سید اولاد پیغمبر این وقت شب یکی ببینه نمیگه اینا با این زن چی کار دارن؟ سبحان الله. سید مکسی میکنه و میگه بزرگواری کنید و ایشون رو صدا کنید، به ما نمیخوره مشتری باشیم؟ حاج مرشد بالاخره با اکراه راضی میشه. این بار او مضطرب این طرف و اون طرف رو نگاه میکنه و میره سمت زن. زن که انگار تازه حواسش جمع اونها شده کمی خودش رو جمع و جور میکنه و با خودش میگه به قیافشون که نمیخوره مشتری باشن. حاج مرشد کماکان زیر لب استغفر الله میگفت و بالاخره پیغام سید مهدی رو به زن منتقل میکنه و میگه خانم برید اونجا پیش اون آقا سید، باهاتون کار دارن. زن با تردید راه میفته. حاج مرشد از ترسش همونجا میسته و زن رو همراهی نمیکنه. زن به سید مهدی نزدیک میشه اما چیزی نمیگه.
سکوت کرده. با خودش میگه مشتری اگه مشتری باشه خودش حرفشو میزنه. سید مهدی به حرف میاد و میگه دخترم این وقت شب ایستادی کنار خیابون که چی بشه؟ شاید زن کمی فهمیده باشه، کلماتش قدری هوای درد دل داره، همچون چشمهاش که قدری هوای بارون داره. حاج آقا به خدا مجبورم، احتیاج دارم. سید ولی مشتری بود، اومده بود آبروی اون زن رو بخره. پاکت روزه رو بیرون آورد و گرفت سمت زن و گفت این مال صاحب اصلی محفله، منم نشمردم، مال امام حسینه، تا وقتی که تموم نشده کنار خیابون نیست. سید پاکت رو داد و به حاجی ملحق شد و رفت. انقدر دور شد که دیگه زن ندیدش، انگار بارون چشمای زن تمومی نداره. های های تو دل شب و وسط خیابون گریه میکنه. چند سال میگذره و سید مهدی قوام مشرف میشه به کربلا. سید دست به سینه از رواق خارج میشه، زیر لب همینجور سلام میده و دور میشه. به در صحن که میرسه نگاهش به نگاه مردی گره میخوره و زنی به شدت محجوب که کنارش ایستاده. مرد که انگار مدت زیادی سید رو میپاییده نزدیک میاد و عرض ادبی میکنه و به سید میگه خانم بنده میخواد سلامی عرض کنه. مرد که دورتر میسته زن نزدیک میاد و کمی نقاب از صورتش کنار میزنه که سید صداش رو بهتر بشنوه. صدا همون صدای خیابون لاله‌زار و همون بغض. آقا سید منو نشناختید؟ یادتون میاد که یک بار برای همیشه دکون منو تعطیل کردید؟ خیابون لاله‌زار، پاکت روزه. آقا سید من دیگه خوب شدم، این بار نوبت بارون چشمای سید مهدی قوامه. سید مهدی قوام از روحانی های اخلاقی دهه 40 تهران بود. یکی تعریف میکرد روزی که پیکر سید مهدی قوام رو آوردن قم که دفن کنن به اندازه دو تا صحن بزرگ حرم حضرت معصومه سلام الله علیها کلا شاپایی و لنگ به دست اومده بودن و صحن رو پر کرده بودن. اونا زار زار گریه میکردن و سرشون رو میکوبیدن به تابوت. گاهی ما خودمون رو اولاد پیغمبر میدونیم و آدمای دور و برمون رو اهل جهنم، اما گاهی افرادی پیدا میشن که ره 100 ساله رو یه شبه میرن و با خدا چنان آشتی میکنن که دیگه جز در خونش جای دیگه‌ای رو نمیشناسن. اگه فکر میکنی تو دور و برت کسی هست که مبتلا به گناهان این چنینیه و اگه فکر میکنی قصد توبه داره و نمیدونه از کجا شروع کنه، پیشنهاد میکنم ویدیوی چگونه توبه کنیم تا خدا گناه ما رو ببخشه رو که تصویرش بعد از خداحافظی من روی صفحه نمایش داده میشه رو ببین و براش بفرست. کافیه چند ثانیه بعد با دیدن عکس اون ویدیو روش کلیک کنی. ممنون که تا انتهای این برنامه همراه من بودین. با لایک ویدیو کمک میکنید یوتیوب اون رو به افراد بیشتری به نمایش بگذاره. تا ویدیو بعد و برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدارتون.